در حاشیه نیوز آشنا شوید با موشک طوفان 3 مرگبارترین موشک ضد زره ساخت ایران با سر جنگی ویژه. هرچند ادوات زرهی در مسیر توسعه میزان مقاومت زره ها اغلب یک قدم جلوتر از تسلیحات ضد زره قرار داشته اند، اما این سلاح ها به دلیل هزینه های به نسبت کم در چرخه طراحی تا کاربری در کشورهای مختلف دنیا به سرعت متناسب با تهدیدات روز توسعه یافته اند. اما موشک ها در زمینه روش های هدفگیری و هدایت تانک ها را ناچار به استفاده از ادوات دفاعی جدیدتر سوق می‌دادند. از این رو دو مؤلفه هدایت دقیق و مطمئن و قدرت نفوذ بالا اصلی ترین عوامل تعیین کننده ارزش یک سامانه ضد زره محسوب می‌شود. ذکر این نکته لازم است که موشک‌ها به عنوان سلاح دارای قابلیت هدایت برتری قابل توجهی بر راکت‌ها و توپ‌های بدون عقب نشینی دارند، ولی به دلیل قیمت بسیار بالاتر آنها همچنان از راکت‌ها برای انهدام طیفی از اهداف استفاده می‌شود. پیش از انقلاب ایران به جز تسلیحات راکتی نظیر RPG-7 اصلی ترین سلاح ضد زره ایران را چند هزار فرونده موشک BGM-71 که نام عمومی آن تاو است تشکیل می‌داد، که علاوه بر قابلیت شلیک از بالگردهای کوبرا از پرتابگرهای ثابت زمینی، خودروهای جیپ و نفربرهای M113 هم شلیک می‌شدند. این موشک با طول 1.16 متر، قطر 15 سانت و 2 میل و دهانه بال 46 سانتی‌متر، جرم 18.9 کیلوگرم که 3.9 کیلوگرم آن مربوط به سر جنگی است، به سرعت 278 متر بر ثانیه و برد 65 تا 3750 متر و میزان نفوذ در زره تا 430 میلیمتر دست می‌یافت. این موشک احتمال اصابت آن به هدف 95% عنوان می‌شود، کارنامه درخشانی در جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه کشورمان از خود به جا گذاشت. روش هدفگیری و هدایت این موشک از نوع فرمان به خط دید نیمه خودکار با ارسال فرامین از طریق سیم به موشک بود. در این روش کاربر با نگاه کردن از دور بین هدفگیری میبایست همواره نشانه‌گیر را روی هدف نگه دارد، که در صورت حرکت آن فرامین اصلاحی توسط سامانه هدایت متصل به پرتابگر محاسبه شده و به موشک ارسال می‌شود. هرچند هدایت سیمی روش مناسب برای هدایت به شمار می‌رود و حتی چنین موشک‌هایی در بسیاری از کشورها هم‌اکنون نیز در حال استفاده است، اما محدود شدن برد موشک یکی از معایب این روش هدایت است. اختصاص بخش از جرم موشک به سیم و قرقره و قرارگیری این مجموعه در انتهای موشک نیز محدودیت هایی را از نظر جانمایی تجهیزات خصوصا پیشران به چنین طرح‌هایی اعمال می‌کند. همانطور که در تصویر فوق دیده می‌شود، در موشک تاو و طوفان پیشران جلوتر از میانه بدنه و بالک‌های جلویی قرار گرفته است. پس از پایان جنگ تحمیلی با استفاده از تجارب ارزشمند به دست آمده در نبردهای فراوان و نابرابر با نیروهای پرتعداد زرهی عراق، ساخت نمونه‌های بومی از موشک‌های ضد زره در دسترس به طور انبوه آغاز شد. البته ساخت موشک تاو در سال‌های دفاع مقدس آغاز شده بود و حتی نمونه ایرانی این موشک در دوران جنگ شلیک موفق نیز داشته است. طبیعتاً با توجه به کارنامه عملیاتی درخشان، گسترش بالای این موشک در سطح نیروهای مسلح و تعداد زیاد پرتابگرهای آن، برنامه توسعه بیشتر برای نمونه ساخته شده مورد توجه قرار داشت. طوفان نمونه ساخت ایران از موشک تاو است که در برخی مشخصه ها تفاوت‌ها و بهبودهای نسبت نمونه خارجی داشت. از آن جمله باید به سر جنگی 3.6 کیلوگرمی، جرم 18.5 کیلوگرم، میزان نفوذ 550 میلیمتر، برد 70 تا 385 متر و سرعت بیشینه 310 متر بر ثانیه‌ای آن اشاره کرد. طول این موشک 116 سانتی متر و قطر بدنه آن 15 سانتی متر است. برد مؤثر این موشک در روز برابر 3500 متر و در شب 2500 متر بوده و سرعت متوسط آن در پرواز 240 متر بر ثانیه عنوان شده است. به گزارش مشرق، با توجه به بیشینه زمان پرواز طوفان در بیشترین برد که برابر 13 ثانیه است و با احتساب زمان لازم برای بارگذاری موشک در پرتابگر زمینی و زمان لازم برای هدفگیری، نرخ شلیک این موشک در حدود 2-3 فروند در دقیقه است. این موشک در دمای 40 تا 65 درجه سانتیگراد قابل به کارگیری است. روش هدایت، پرتابگر و شکل ظاهری طوفان صرف نظر از تفاوت‌های اندک در ابعاد مشابه موشک تاو است. با توجه به استفاده از تانک‌های جدید از زره‌های واکنشی ERA، نسل دوم طوفان با سر جنگی دو مرحله‌ای ساخته شد. طوفان 2 به دلیل بهره‌گیری از سر جنگی کوچک اولیه که زره واکنشی روی سطح بدنه
دهانه تانک را منهدم می‌کند 145 سانتی‌متر طول دارد. جرم آن 19.1 کیلوگرم، سر جنگی 4.1 کیلوگرم و میزان نفوذ آن 760 میلی‌متر است که 38.2% رشد را نشان می‌دهد. سایر مشخصات این نمونه مانند نسل اول است، خصوصاً احتمال اصابت هر دو نسل طوفان 95% عنوان شده است. این موشک‌ها قابلیت به کارگیری در شب را با برد کمتر داشته و روش هدایت طوفان دو نیز مانند طوفان یک است. لازم به ذکر است در نسل اول هدایت موشک‌های ضد زره مانند مالیوتکا از روش فرمان به خط دید دستی غیر خودکار یا MCLOS و در نسل دوم هدایت از روش فرمان به خط دید نیمه خودکار یا لاین آف سایت استفاده می‌شود که موشک‌های تاو، میلان و حتی موشک جدید و پیشرفته کورنت در این دسته قرار می‌گیرند. نسل سوم هدایت در موشک‌های ضد زره یعنی هدایت به روش شلیک کن فراموش کن است. موشک هلفایر مدل L با هدایت راداری، موج میلیمتری و جاولین با هدایت تصویری فروسرخ از جمله موشک‌های نسل سومی هستند که عملکرد شلیک کن فراموش کن دارند. با روش شلیک کن فراموش کن، سامانه شلیک کننده از ردگیری هدف تا لحظه اصابت موشک بی‌نیاز شده که برای بقاپذیری آن در میدان نبرد بسیار مفید است. همچنین امکان درگیری با تعداد هدف بیشتری در بازه زمانی یکسان در مقایسه با استفاده از موشک‌های نسل سوم فراهم می‌شود. اما باید توجه داشت موشک‌های نسل سوم به دلیل استفاده از حسگرهای پیشرفته و سامانه‌های کنترل پرواز تمام خودکار بسیار گران قیمت هستند و امروزه در ارتش‌های پیشرفته دنیا از هر دو نوع موشک‌های مجهز به نسل دوم و نسل سوم هدایت استفاده می‌شود و همچنان نیز تولیدات جدید بر مبنای نسل دوم هدایت طراحی و ساخته می‌شوند. یکی از نمونه‌های خانواده موشک‌های طوفان 3 است که دارای دو ویژگی متفاوت با نسل‌های قبلی است. این موشک قابلیت حمله از بالا را داشته و سر جنگی آن از نوع شکل‌گیرنده انفجاری است. به طور معمول در ادوات زرهی بیشترین تلاش برای افزایش مقاومت در برابر سلاح‌های ضد زره از ناحیه جلو و پهلوها صورت می‌گیرد و قسمت بالایی خودروی زرهی ضعیف‌ترین بخش آن است. این نکته سبب توسعه سلاح‌های مختلفی از جمله خمپاره‌های هوشمند، مهمات فرعی هوشمند رها شونده از راکت‌ها و نیز موشک‌های ضد زره حمله کننده از بالا شد. در موشک‌های مانند جاولین ساخت آمریکا امکان استفاده به هر دو صورت حمله مستقیم و حمله از بالا وجود دارد. البته این موشک در حالت حمله از بالا نیز باید روی هدف شیرجه زده و به آن اصابت کند. اما در موشک‌های با سر جنگی از نوع شکل‌گیرنده انفجاری با پرواز در ارتفاعی مشخص پس از شناسایی هدف و رسیدن به بالای آن، سر جنگی عمل کرده و پرتابه‌هایی که با سرعت هایپرسونیک حرکت می‌کنند از ضعیف‌ترین قسمت خودروی زرهی یعنی بالا به آن اصابت می‌نماید. در پرتابه‌های EFP یک سطح فلزی در اثر انفجار خرج قرار گرفته و در پشت آن در مدت زمان بسیار کوتاهی به شکل تیز درآمده و با سرعت بسیار بالا که دست کم در حدود 1500 تا 2000 متر بر ثانیه یعنی بیش از 4 تا 6 برابر سرعت صوت است در هدف نفوذ کرده و با توجه به انرژی مکانیکی بسیار بالای ناشی از این سرعت به آن آسیب قابل توجهی میرساند. هرچند خود این پرتابه حاوی مواد منفجره نیست، اما با توجه به تعداد بسیار بالای آن در سر جنگی و تخریب ایجاد شونده در محل برخورد پرتابه، بخش‌های متعددی از هدف از کار افتاده و در صورت وجود مواد منفجره در هدف برخورد پرتابه‌های EFP میتواند سبب انفجار آنها شود. البته به طور کلی میزان عمق نفوذ این پرتابه‌ها در مقایسه با گونه خرج گود که در اغلب سلاح‌های ضد تانک به کار می‌رود کمتر است، اما در عوض در محل برخورد تخریب بیشتری ایجاد نموده و زره‌های مقاوم در برابر خرج گود در برابر EFP ها توانایی مقاومت ندارند. همچنین گفته می‌شود زره‌هایی که برای مقاومت در برابر EFP طراحی می‌شوند نیز مقاومتی در برابر خرج گود ندارند. بنابراین هر خودروی زرهی با اتکا به زره‌های موجود در برابر یکی از انواع سرجنگی‌ها تسلیم خواهد شد. با این روش می‌توان به اهدافی که در پشت عوارض طبیعی و مصنوعی پنهان شده اند به طور موثری حمله کرد، خصوصا در نواحی شهری که خودروهای زرهی در پوشش دیوارها و ساختمانها قرار می‌گیرند. این گونه پرتابه‌ها بسیار مفید هستند. البته اثرگذاری EFP به شلیک آن در ارتفاع مناسب و طراحی شده بستگی دارد که نیاز به پرواز پایدار موشک حامل خواهد داشت. به گزارش مشرق در موشک ایرانی طوفان 3 پس از شلیک و سرعت گرفتن موشک پرواز آن بالاتر از خط دید مستقیم به هدف صورت می‌گیرد. موشک هدف خود را از طریق حسگرهای مغناطیسی و لیزری شناسایی کرده و با رسیدن بر فراز آن سر جنگی 1.7 کیلوگرمی خود را منفجر می‌کند. این سر جنگی توانایی نفوذ بیش از 80 میلی‌متر در زره‌های RHA را دارد.
لازم به ذکر است گونه ی حمله از بالا موشک آمریکایی تاو که مشخصه آن BGM-71F است فاقد سر جنگی EFP بوده و از محموله انفجاری شدید ضد زره با اصابت مستقیم استفاده می کنند. این موشک ها با رده های مختلف وزن از حدود 10 کیلوگرم تا چند 10 کیلوگرم و برد 1000 متر تا چندین کیلومتر برای شلیک از پرتابگرهای هوایی و زمینی ساخته شده و به طور انبوه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.